هسپیتال دری برای اون قرار داده و اون در را به روی مردم باز کرد. اون در عبارت است از توبه، سمیت و توبه. و جعلت على ذلك الباب دلیلا من وحیک. خب کاخیست، بارگاهیست، دروازه ای داره، در خاصی خدای متعال برایش قرار داده بود، درش هم را باز کردی، اما آدرسش کجاست؟ وحی نازل کردی و بندگان را به وسیله این وحی به سوی اون خانه و در اون خانه راهنمایی کردی، نشانی برایش قرار دادی، آدرسش را تعیین کردی. پس هم خانه نشان داری، اون آدرس اینه. فقلت تبارک اسمک، توبوا الی الله توبتا نصوحا. به سوی خدای متعال صادقانه و خالصانه بازگشت کنید. به تعبیر معروف توبه نصوح کنید. اگر شما از این در وارد شدید، توبه کردید، توبه نصوح، خالص، بی‌شائبه، خدا شما را در یک روزی که روز عزت پیغمبر و اولیایش هست، در اون روز ضعف و خاری و رسوایی برای اولیای خدا وجود نداره. در اون روز شما را وارد بهشت هایی می کنه که چنین و چنان است، گناهان شما را می پوشانه، بعد اون روز را توضیح خاصی می ده. اون روز خیلی بزرگی است و آثار عجیبی داره. روزی است که اولیای خدا در حال حرکت به سوی اون بهشت موعود هستند و پیشاپوششون و طرف راستشون نور میتابه. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. با اینکه اینا چنین نوری دارند، هم جلوی روشون روشن است که میخوان حرکت کنند، با اون نور راه باز میشه. به طرف راستشون حالا اشاره میکنن که این طرف راست چه خصوصیتی داره در لسان قرآن. از طرف راستشون هم نور میتابه. در این حال از خدا میخوان که نورشون رو کامل کنه. ربنا اتمم لنا نورنا. مغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. و از خدا میخوان که اونها رو مشمول غفران و آمرزش خودش قرار بده. بعد در پایان میگه وقتی در چنین روزی خدا چنین رحمتی را شامل حال بندگانش میکنه و وارد چنین باب عفو و رحمتی میکنه، آدرسش هم رو که به شما داده، درم رو که باز کرده، پس دیگه عذر کسی که وارد این خانه نشه چیه؟ عظمت اون روز و عظمت این خانه و آثار و برکاتش اون چنان است که قابل وصف نیست. خدا این راه را برای اونها باز کرده، در را گشوده، شما رو دعوت کرده، آدرسم را بهتون داده. اگه کوتاهی کنید، توجه نکنید به این باب رحمت الهی و ازش استفاده نکنید، چه عذری دارید؟ فما عذر من اغفل دخول ذلک المنزل. اگر کسی بی اعتنایی کنه، توجه نکنه و
نخواسته باشه وارد این خانه میشه، با اینکه درش باز است و او را دعوت کردن، چه عذری خواهد داشت؟ خب پیداست اینا از ذکر اوصاف الهی است، برای اینکه مستعد بشه برای درک رحمت الهی و برای توبه و درخواست آمرزش گناهان. این اوصاف اینجا انتخاب شده خاطر مناسبتی است که با پایان ماه رمضان داره، که اگر لغزشی داره از خدا به خود اون لغزشاشو ببخشه و وارد بیت عفو و رحمت الهی بشه.